یکی دیگه از نشانه های این فروریزی در بالا همین هفته پیش، من یکی دو تا دو سه تا اتفاقی که هفته پیش افتاد در این رابطه دارم خدمتتون عرض میکنم که شتاب سراشیبی رفتن رژیم چندان آسان و آرام هم نیست. در یک هفته این اتفاق افتاد. همین هفته پیش علنی شدن دوباره اختلاف بین علاءالدین بروجردی که 5 دوره پشت سر هم 20 سال نماینده مجلس و 2.5 دورش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس بوده، با جواد کریمی قدوسی فرمانده سابق بسیج خراسان رضوی از جبهه پایداری که اونم نماینده مجلس، جبهه پایداری مال داردسته مصباحی یزدی معروف به توریسیان خشونت، مصباحی یزدی جزو شورای فقاهتی این جبهه پایداری. بعد در نظر بگیرین که کیا اختلاف بین کیاست الان. آقای بروجردی از جبهه اصولگرایان و زبان خامنه‌ای در مجلس، آقای کریمی قدوسی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری که توش دزدای کلونی هستن مثل صادق محصولی که از هیچ تبدیل شد به یکی از میلیاردرهای مالتی میلیاردرهای امروز. کریمی قدوسی هم 3 دور است نماینده مجلس. کمیسیون امنیت ملی به ما مأموریت داد، به من و آقای کوثری مأموریت داد بریم تحقیق. رفتیم پیش دادستان وقت جناب آقای اژه‌ای. ما گفتیم از طرف کمیسیون امنیت ملی اومدیم که ببینیم نقش ایشان توی ارتباطش با امیر منصور آریا چیه. مطالب رو دقیق برای ما گفت. من جمله ایشون اشاره کرد، یک قلم امیر منصور آریا از شعبه مرکزی بانک ملی 1000 میلیارد تومان درخواست تسهیلات میکنه. رئیس شعبه میگه به 3 دلیل به شما نمیتونم 1000 میلیارد بدم، چون قانون به من اجازه داده حد اکثر تسهیلاتی که بدم 200 میلیارد تومانه. قانون به من حکم کرده به هر کی میخواد تسهیلات بدی بدهی بانکی نباید داشته باشه. قانون به من ابلاغ کرده هر چی میخواد تسهیلات بدی 60% باید وثیقه بگیری. شما این 3 تا ویژگی رو نداری. آقای جی تکذیب کنم یا آقای کریمی دروغ میگه، اینا رو برای من گفته. آقای کوثری هم شاهد، دفتر من هم هست. این رو که رئیس بانک شعبه مرکزی میگه، میگه حل کن وگرنه میرم حل میکنم. اینو میگه و بعد میره. میره کجا؟ میره پیش خاوری. کی؟ امیر منصور آریا. میگه این رئیس شعبه مرکزی با ما همکاری نداره. یه روزی قرار میزنن به رئیس شعبه مرکزی، میگن بیا پیش آقای خاوری. احضارش میکنه. میگه چرا با این مردی که اینقدر سرمایه گذاری میکنه، اشتغال میذاره، چرا همکاری نمیکنید؟ میگه قربان خودتون ابلاغ کردین، نه بخشنامه خودتونه. 200 میلیارد ما بیشتر نمیتونیم بدیم، 1000 تا میخواد. بدهکار بزرگم هست، وثیقه هم میگه ندارم. آقای خاوری میگه این آقا که اینجا نشستن، جناب آقای علاءالدین بروجی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هن. ایشون از این شخصیت حمایت میکنه، شما در برابر ایشون میگید همکاری نمیکنم. این صحنه رو که میبینه اون رئیس شعبه میگه خب ابلاغ کنید به من دیگه، کتما بگید تا من انجام بده. جلسه تمام میشه. خاوری ابلاغ میکنه 1000 میلیارد، نه 500 میلیارد تومان، به بدهیش کاری نداشته باش، 60% وثیقش هم 20% ازش بگیر. از اون 3000 میلیارد اختلاس 500 میلیاردش اینجوری میره. ببینین همون موقع این اتفاق مال سال 89 و صحبت که داره کریم قدوسی میکنه، یعنی خاطره ای که داره میگه که میگه به ما گفتن که برین نمیدونم تحقیق کنین منو یک نماینده دیگه، مال سال 90. همون موقع سال 90 کریم قدوسی میره مصاحبه میکنه، همین حرفایی که الان زد و مفصل تر میزنه و این حرفا مال هفته پیشا، ولی همین حرفا رو اون موقع در همین زمینه که الان گفت مفصل تر صحبت میکنه، این برای ما شلوغ میکنه. علاءالدین بروجردی میره ازش به عنوان ناشر اکاذیب شکایت میکنه، قضیه میره دادسرا. دادیار پرسید که شما این مصاحبه ها رو کردی، این موضع گیری ها رو کردی، سندی داری؟ گفتم آقای اژه‌ای ما رفتیم پیش ایشون، ایشون به ما یه حرف ها زده. و باز استعلام میگیرم، برو شما. یک یاد داشتی از من گره، گفت برو. ما هم رفتیم، حالا 1 ماه 2 ماه بعد گفت بیا. دوباره رفتم دادسرا، گذاشت جلو من جواب استعلام ها. پا
پاسخ داده بود ایشون پیگیری شده، پروندهش اینجا بازجویی شده، کیفرخواستش داره صادر میشه، یه ایرادی داره، داره نقصش برطرف میشه و پرونده به دادگاه میشه. خلاصه اینا رو داد به ما. یه بار دیگه دوباره زنگ زد دادسرا بیا. باز رفتم. با آقای بروجدی یه نامه ای زده به آقای اژه‌ای. این نامش. تو نامه چهار جا ایشون به آقای اژه‌ای اعتراض میکنه چرا کیفرخواست بر ما صادر کردید. گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه که هست گیرند. تهدید کرده بود. آه یعنی آیه بروجدی نامه نیست به اژه‌ای و این شعر اون این شعر هم مینویسه. در شهر هر آن که هست گیرند. حالا این آقای کریمی قدوسی چرا داره این حرف رو میزنه؟ ایشون با سربرگای خودش برای حمایت از امیر منصور آریا کلی نامه، سربرگای مجلس، سربرگای به عنوان رئیس کمیسیون. خب بریمسی علاءالدین بروجردی چرا میسی رئیس کمیسیون امنیت ملی که طرف بخونه و بلرزه. خب اینا ببینید همین اتفاقایی که الان افتاده که داره صدای مردم بلنده از قوه قضاییه میخوان آقا اینا رو بگیر اعدام کن. صدای مردم در اومده، اعتراض ها هر روز بیشتر میشه، ما باید چند تا رو بگیریم اعدام کنیم تا صدای مردم بخوابه. این زندان کردن معاون ارزی بانک مرکزی که از خانواده عراقچیه، عوض کردن رئیس کل بانک مرکزی، طرح نمیدونم فلان مادهی محمد خاتمی، وعده های دوباره روحانی تو تلویزیون، اینا همه در طول همین هفته گذشته انجام شد. اگر یک وقت خبر مثلا محکومیت و اعدام یکی دوتا خودیرم شنیدیم نباید تعجب کنیم. این تقلاها توی ببینید قبل از انقلاب 57 تا حالا این تجربه رو مردم ایران دارن. تو 50 سال گذشته برای مردم آشناست، دست کم از سال 1356 یک سال قبل از انقلاب تا حالا و بی ثمره. اینا برای مردم نان و آزادی نمیشه.